ساخت این مرکز 6.5 میلیون افغانی هزینه برداشت است. در این مرکز 80,000 نسخه حاوی اطلاعات درباره تاریخ و فرهنگ افغانستان است که شامل کتاب، مجله، روزنامه و آثار پژوهشی می باشد. مسئولان می گویند که این مرکز تمام داشته هایش را در اختیار دانشجویان، پژوهشگران و استادان قرار خواهند داد تا به معلوماتشان افزوده شود. معلومات افغانستان شناسی را نیز یکی از دستاوردهای مهم خیش می داند. از تمام مردم کشور به خصوص محققان، دانشمندان، استادان و محصلان گرامی تقاضا می نماید تا در راستای غنی ساختن هرچی بیشتر این مرکز تلاش نمایند. خانم نانسی هاتش دوپری، باستانشناس معروف آمریکایی و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افغانستان، بر گسترش دانش در افغانستان تاکید می‌ورزد که فراگیری دانش را از نیازمندی‌های اساسی افغانستان می‌داند. خانم دوپری از سال 1950 میلادی تا کنون در افغانستان کار می‌کند. او در سال‌های جنگ در افغانستان مرکز پژوهش‌های افغانستان را در پشاور پاکستان تأسیس کرد و پس از سقوط طالبان این مرکز را به کابل انتقال داد. وی میگوید: من خیلی خوشحالم که با آرزوهایم رسیدم. البته من تنها نبودم. آدمهای زیادی با من همکاری کردند که من از آنها قدردانی میکنم. هر جامعه نیاز به پیشرفت دارد و راه اصلی پیشرفت و ترقی فراگیری و بکارگیری دانش است. این مثال عزیز که قطره قطره دریا میشه. و واقعا امروز هر قطره مبدل به ای شده تا یک نهاد بنیادی، نهادی که دوامدار میباشه و نهادی که قابل نگهداشت و افتخار است ایجاد شد. مسئولان در این مرکز میگویند که تا اخیر سال 2015 میلادی 3000 نسخه دیگر حاوی معلومات و اطلاعات را جمع‌آوری خواهند کرد و نیز 100 کتاب دیگر به جمع کتاب‌هایشان افزود خواهد شد.